جلسه پیش ما اومدیم در رابطه با ریلیشنشیپ ها در مدل های دیتا با همدیگر صحبت کردیم و یک سری مطالب و موضوعات رو در رابطه با ریلیشنشیپ ها با شما در میان گذاشتیم و امیدوار هستم که با درک جلسه قبلی و موضوعات قبلی این مطالبی که من خدمت شما در این جلسه ارائه میکنم بیشتر بفهمین و برایتان مفیدیت بیشتری داشته باشه. پس همانطور گفتم در دیتابیس و مدل‌های دیتا این بخش انکارناپذیری در دیتابیس هست و شما باید بین جداولتان ارتباط برقرار کنین، ریلیشن برقرار کنین تا که بتوانین دیتابیس شما به شکل درست کار کنه. اگر که شما ریلیشن نفهمین و ارتباط برقرار کردن دیتابیس ها رو و جداول را نفهمین، مسلماً که یک دیتابیس خوب طراحی کرده به هیچ عنوان نمیتوانین، چون که دیتابیس متشکل از جداول مختلف هست، متشکل از انتیتی هاست، متشکل از اتریبیوت هاست و شما ارتباط بین این جداول و انتیتی ها را از طریق ریلیشن شیپ ها میتوانین اعمال کنین و ما این ارتباط ها رو به سه بخش و به سه شکل میتوانیم انجام بدیم. یکیش ارتباط یک به یک هست، ارتباط یک بچند هست و ارتباط چند بچند هست، معنی تو معنی هست که هر کدام شما مفصل تشریح خواهیم کرد. ارتباط های دوگونه میتوانن به سه شکل، ارتباطی که ما به دو قسم، درست است؟ به دو گونه که ما در بالا اینجا خدمت شما ارائه کردیم، ارتباط دو گونه که تیچر و لسونس بود، اینا میگه به دو گونه میتوانن که ایجاد شون، البته به سه شکل میتوانن که ایجاد شون. یک ارتباط یک به یک هست، ارتباط یک با چند هست و ارتباط چندین به چندین هست که ما در شکل پایین به صورت مفصل خدمت شما ارائه خواهیم کرد. حالا ارتباط دوگانه یک به یک ای چگونه هست؟ چگونه ما میتوانیم که این ارتباط ها رو برقرار کنیم؟ به طور مثال یک کارمند با یک دفتر، اگر که شما در نظر بگیرین این ارتباطش چی هست؟ ارتباطش در واقع یک به یک هست، درست است؟ هر کارمند، حالا شما در یک شرکت، در یک سازمان، در یک نهاد کار میکنین و برای شما تنها یک دفتر اختصاص داده شده و شما حق دارین که تنها در این دفتر کارهایتان انجام بدین. پس ارتباط شما ارتباط چی هست؟ یک به یک هست. شما به عنوان کارمند میتوانین از یک دفتر استفاده کنین، درست است؟ و این دفتر تنها مختص به شماست، به کسی دیگری نیست. ارتباطش یک به یک هست. ارتباط یک به یک، ارتباط میگن که در واقع ریلیشنش تنها یک به یک باشه. همونطور که مثال گفتم، شما به عنوان کارمند در یک شرکت یک دفتر مختص به شماست و شما حق دارین که از دفتر استفاده کنین، نه هیچ کسی دیگر. ارتباط شما میشه یک به یک. پس کارمند تنها حق دارد که از یک دفتر استفاده کند و یک دفتر مختص چی هست؟ کارمند هست. به این میگن ارتباط یک به یک. ارتباط دوگانه یا یک به چند چگونه ارتباط هست؟ این ارتباط در واقع یک به چند هست، یعنی یک ارتباط یک هست، ارتباطش چند تا میتواند باشد. به طور مثال، حالا من مثال به شما بزنم که ارتباط یک به چند را شما درک کنین، بفهمین. این رشته ما و شماست، درست است؟ رشته مد نظر ما و شماست. این رشته ما و شما امکان دارد که چی باشد؟ کامپیوتر باشد، امکان دارد که علوم سیاسی باشد، امکان دارد که جامعه شناسی باشد، امکان دارد که حالا اقتصاد باشد.
حالا ما میخوایم که مفهوم ارتباط یک به چند را شما بفهمیم. رشته ما در واقع ارتباط یک هست، ولی با چندین بخش دیگر هم ارتباط داره. با کامپیوتر ارتباط داره، با علوم سیاسی ارتباط داره، با جامعه شناسی ارتباط داره، با اقتصاد ارتباط داره. پس این ارتباط ما چی میشه؟ ارتباط ما در واقع میشه ارتباط یک به چند، یعنی یک بخش امکان دارد که با چندین بخش دیگر هم ارتباط داشته باشه، که یکی از معمول ترین و حالا ساده ترین مثالی که در این بخش خدمت شما ارائه کردم میشه همین، که رشته ها به بخش های مختلف تقسیم میشن که ارتباطشان شما اگر که بخواید مدل سازی کنین در دیتابیس توسط ER، حتما ارتباطش چی هست؟ ارتباطش یک به چند هست، که چندین بخش با یک بخش ارتباط دارن و یک بخش با چندین بخش ارتباط دارن، که به این میگن ارتباط یک به چند. برگردیم به سلایدمون. ارتباط دیگری که ما و شما داریم ارتباط چندین به چندین هست، یعنی یک چندین بخش امکان دارد که با چندین بخش دیگر ارتباط داشته باشند. به طور مثال مضمون و تیچر شما در نظر بگیرین، امکان دارد که یک مضمون اعلان بشه و این چندین مضمون اعلان بشه و این مضامین چندین استاد تدریس کنن، درست هست؟ امکان دارد که چند تا مضمون را بشه و این مضامین توسط چندین استاد تدریس میشن، ارتباط اینا میشه چندگانه یا چندین به چندین. پس ما سه نوع ارتباط رو با هم دیگر مورد بحث ارزیابی قرار دادیم، یک به یک شما فهمیدین، یک به چند هم فهمیدین، چند به چندین که یک مثلا چندین بخشی ما امکان دارد که با چندین بخش دیگر ریلیشن داشته باشن، ارتباط داشته باشن، که در ادامه این موضوعات حالا ما بیشتر با هم دیگر صحبت میکنیم و هر کدام بخشها رو اینجا تشریح میدم مطابق با منبع که شما دارین و کتابی که شما دارین. حالا جزء اول شما که در بالا گفتم یک به یک رو شما در نظر بگیرین، یعنی ارتباط یک به یک هست، درست؟ که این ارتباط ما که دفتر و در واقع یک چارمند به شما مثال زدیم، از چه هستن؟ entity instance، از یک نوع به entity instance از نوع دیگر چکار دارد؟ ارتباط دارد، یک جزء با جزء دیگر ارتباط دارد، به این میگن یک به یک. یک entity instance که امیدوار هستم با این مفهوم آشنا باشین، چون که ما چندین جلسه میشه ما در رابطه با instance و entity class صحبت میکنیم، اینا با هم دیگر در ارتباط هستن. در ارتباط شکل یک الف هست، همون حالا office assignment، یک employee، یک کارمند چی است؟ به یک office و برعکس ارتباط برقرار کرده میتواند، پس هیچ employee دیگر نمیتواند اضافه از یک دفتر داشته باشد و هیچ دفتر نمیتواند به اضافه از یک امپلای چکار کند؟ ارتباط برقرار کند. جزء دومش که حالا فیلد ستیودنت هست و رشته و دانشجو هست، که در شکل بالا ما اینجا گفتیم و در تختم به شما مثال زدم، گفتم شکل بالا نوعه دوم ارتباط چیه به ما میرسانه؟ دوگانه را میرسانه. این هم ارتباط عبارت از یک چی هست؟ از یک به چند هست، یک چندین بخش با یک بخش ارتباط داره و یک بخش با چندین بخش ارتباط داره. در این ارتباط یعنی فیلد و استودنت، رشته و دانشجو، یک از عنصر چی هست؟ فیلد هست، با چندین استودنت ارتباط داشته باشد، یعنی دارای چندین استودنت بوده، اما یک استودنت تنها میتواند به یک عنصر از فیلد ارتباط برقرار کند و استودنت نمیتواند. به طور مثال اگر که در دنیای واقعی شما مدی نظر بگیرین، هر دانشجو میتواند یک رشته بخواند، چندین رشته که نمیتواند انتخاب کند، ولی یک رشته توسط 20 تا دانشجو هم میتواند که انتخاب بشه.
پس مسلماً در انتخاب چند به چند اینو در نظر بگیرین که امکان دارد که یک فلد، یک بخش انتخاب چندین بخش باشد، ولی او بخش نمیتواند که چندین بخش دیگر را انتخاب کند، که مثال معمولش همین استودنت و رشته ها بود که به شما عزیزان بیان کردیم. جز سومش که با شما صحبت کردیم که در شکل بالا چند به چند هست، اینم زیاد استفاده میشه. در این حالت که حالا چندین به چندین یاد میشه یا معنی تو معنی، چندین عنصر از دو جانب، از هر دو طرف، از هر دو سو با همدیگر ریلیشن بگیرن، در ارتباط سهم بگیرن، که در مثال ذکر شده استودنت و تیچر، که یک تیچر میتواند چندین درس را ارائه دهد و هر درس میتواند توسط چندین استاد ارائه شود. مفهومش رو بفهمین؟ یک استاد میتواند چندین درس را ارائه دهد، درست است؟ و هر درس میتواند که توسط چند استاد ارائه شود را میتونین که با همدیگر ریلیشن بدیم. پس وقتی که به شکل بالا که خدمت شما ارائه کردم شما دقت کنید و فوکس کنید، چی رو میبینید؟ سمبول یک به یک N رو میبینید و M رو میبینید که به جانب چی داره؟ قرار دارن؟ موجودیت ها قرار دارن، که اینا نشاندهنده چی هستن؟ نشاندهنده سهم گرفتن همین موجودیت های ما و شما در یک ریلیشن هستن، در یک ارتباط هستن. مثلا در جزء B که شکل بالا حالا اینجا شما ببینین، فیلد و استیودنت حالا شما مد نظر بگیرین، سمبول عدد یک به سمت چی هست؟ فیلد نوشته شده است و نشانده یک چی هست؟ یک عنصر از فیلد در ارتباط سهم میگیرد. و سمبول N نشاندهنده سهم گرفتن چی هست؟ چندین استودنت در ارتباط هست. اگر موقعیت های سمبول یک با N عوض شود، در نتیجه چندین فیلد دارای یک استودنت و یک استودنت دارای چندین فیلد خواهد بود. پس موقعیت سمبول ها در ارائه مدول R مهم میباشد. حالا این بود ارتباط ها و ریلیشنشپ ها در مدل های دیتا، که ما می توانیم به بخش های مختلف دیتا خودمون رو مدل سازی کنیم و از این مدل سازی این انتیتی های خودمون را یا موجودیت های خودمون رو با همدیگر ارتباط برقرار کنیم. ارتباط ما یک به یک هست که یک با یک ارتباط میتونه داشته باشه. ارتباط ما یک به چند هست که ما مثال زدیم، یک با چند تا میتونه ارتباط داشته باشه. و ارتباط ما میتونه چند به چند باشه، یعنی که چندین بخش میتونه که با بخش های مختلف ارتباط داشته باشه، که این ارتباطات رو ما با سمبول های مختلف میتونیم که در مدل AR به نمایش بگذاریم. و اگر که حالا جاهای این مدل ها تغییر کنه، در نحوه ارتباط دادن ما مسلمن که به مشکل برمیخونیم و خروجی ما خروجی مناسب نخواهد بود. این بود از درس حالا ریلیشن ها، که یک بحث دیگر مانده که این بحث رو در جلسه آینده که کاردینالیتی هست، اینم مربوط به در واقع مدل AR هست، خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم، بیان میکنیم. ریلیشن یکی از بحث های بسیار مهم و اساسی هست که شما اینو باید جدی بگیرین و اینو باید بفهمین و درک کنین. این با درس ریلیشن ما و شما، امیدوار هستم که از نحوه ارائه من چیز رو فهمیده باشین. شاد و موفق و کامگار و سرفراز و موفق باشین. روز بر همه شما خوش.